سلام، با فصل دوم وردپرس در خدمت شما هستم. در این فصل میخوایم ببینیم که چطور میشه یه وبلاگ خبری یا یه سری اخبار و مطالب رو به دیگران نشون بدیم و توی سایتمون منتشر کنیم. من همیشه خود وردپرس رو مثال میزنم چون بهترین مرجع واسه ما، و بریم ببینیم که خود سایت وردپرس تو بخش بلاگینگ چیکار کرده. بذارید من اینو فارسی کنم. خب، سایت وردپرس fa.wordpress.org و قسمت بلاگ. در قسمت بلاگ یه بایگانی بلاگ می‌بینید، یه دسته ها می‌بینید که آن کاتگورایزه و می‌تونید این قسمت رو به اشتراک بذارید که بقیه از اون استفاده کنن، و اخبار و نسخه هایی از وردپرس که منتشر شده رو می‌بینید با تاریخ و نویسنده خاص خودش. تاریخ ها و این هم نویسندهش. یه تایتل داره، یه ساب تایتل داره که یه کانتنت خلاصه و یه مطابق خلاصه از هر پسته. و این هم صفحه بندیشه که میبینید. مثلا اگه بخوایم همینو باز کنیم، میبینید که تو این قسمت میتونید اینو به اشتراک بذارید تو فیسبوک، توییتر، گوگل پلاس و یه ایمیل کنید به کسی دیگه ای، و پست‌های قبلی و بعدی هم میتونید ببینید. خب، اما وبلاگ چه به درد ما میخوره و چه سودی برای ما داره؟ همونطور که میدونید سایت بدون محتوا ارزش و معنایی نداره، و برای اینکه بتونیم سایت خیلی خوبی داشته باشیم باید محتوای خیلی قویی داشته باشیم که برای دیگران سودمند باشه، به سایت ما بیان و از مطالب ما استفاده کنن. برای همین هم باید مطالب خیلی مفیدی رو تو سایتمون قرار بدیم که با هم میخوایم روی خود وردپرس و اینکه وردپرس چی هست و از کجا به وجود آمده و چه چیزهایی در مورد وردپرس سودمنده که بدونیم کار کنیم و وبسایت آموزشی رو بالا بیاریم و تو قسمت بلاگمون مطالب آموزشی رو برای استفاده دیگران قرار بدیم. با من همراه باشید.